سر خط خبرها. دیروز دانش آموز پس فوت کرده در این ببینید حدود 100 خورده الان من رقم به خاطر بحران کرونا در ایران بیمارستان ها ظرفیت پذیرش جدید ندارند. ما به اینها به عنوان ارائه کننده پایگاه به خصم و دشمن نگاه میکنیم و اون وقت برخوردی میکنیم که با دشمن میکنیم. این تفاوتی است که با هشدار بلندپایه ترین مقام نظامی ایران به امارات و بحرین. باقری میگوید اگر به اسرائیل پایگاه بدهند با آنها برخورد میکنیم. هشدار ارمنستان درباره وقوع جنگ تمام عیار در قره‌باغ. ترکیه به جمهوری آذربایجان وعده کمک داد. و هجوم نیروهای امنیتی بلاروس به معترضان در هفتمین هفته از تظاهرات مخالفان لوکاشنکو. سلام، عصرتون بخیر. پریزاده نوبخت هستم. خوش آمدید به این بخش خبری ششم مهر برابر با 27 سپتامبر از بی بی سی فارسی. وزارت بهداشت ایران از وخیم بودن وضعیت ابتلا به کرونا در پایتخت و دیگر شهرها خبر داده. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته نزدیک به 3400 نفر مبتلا به کرونا شناسایی شدند و 195 نفر جانشان را از دست دادند. 26 استان هم در وضعیت قرمز هستند. همزمان معاون وزارت بهداشت گفته 100 تا 200 دانش آموز در چند ماه گذشته به علت ابتلا به این ویروس جانشان را از دست دادند. ستاد ملی مقابله با کرونا به دنبال اعمال محدودیت‌های بیشتر در تهران است. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. آمار نگران کننده ای از فوت دانش آموزان بر اثر کرونا. خبرهایی از اینکه دانش آموزان می توانند ناقد جدی کرونا باشند. ما با توجه به جمعیت 14 میلیونی دانش آموزانمون از ابتلای چند صد هزار نفری که داشتیم در حد چند هزار نفر و بالای 10,000 نفر بوده، فوتشون در حد 100 و 200 بوده و تو مدت اخیر 200 تا دانش آموز پس فوت کرده در این ببینید حدود 100 خورده ایده. الان من رقم دقیقشو به شما میگم از رو لپتاپم. دانش آموزانی که فوت کردن در این 8 ماهه گذشته بودن، اکثرا بیماری زمینه‌ای داشتن. این آمار بعد از انتقادهای گسترده از بازگشایی مدارس ارائه می شود. منتقدان گفتند در حالی که کرونا در ایران اوج گرفته، بازگشایی مدارس تصمیم درستی نبوده. اما وزیر آموزش و پرورش که اولویت این وزارتخانه را در آموزش حضوری دانسته، انکار می کند و می گوید بیماری آنها ربطی به باز شدن مدارس ندارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز گفت وزارت بهداشت بیش از 2200 مدرسه را که مشکل رعایت بهداشت داشتند تعطیل کرده. همزمان مقام‌های مختلف هشدار می‌دهند که هفته پیش رو هفته سختی برای تهران است. دیروز آقای روحانی دستور داد پروتکل‌های جدید ارائه شود. استاندار تهران هم امروز گفت در ستاد کرونا مصوب شده که پیشنهادها برای محدودیت‌های جدید به وزرا ارائه شود. با وجود فوریت و بحرانی بودن اوضاع در تهران، تعلل مسئولان در اعمال محدودیت‌ها ممکن است اوضاع را وخیم‌تر کند. این تصویری است که یکی از بینندگان برای ما فرستاده. ازدحام در متروی تهران. این هم تصویری است از ازدحام در اتوبوس در شهر تهران. مسافرانی که به دلیل کمبود وسایل نقلیه عمومی برای رفتن به سر کار مجبورند سوار اتوبوس‌هایی شوند که به شدت شلوغ هستند. امکان دورکاری یا خانه ماندن هم برای همه وجود ندارد. خدمتتون مجدداً گفتگو. بر اساس آمار وزارت بهداشت، وضعیت نسبت به اسفند ماه که اوج شیوع کرونا در ایران بود هم بدتر است. یک دسته مدارس و دانشگاه‌ها هستند که با درخواست استاندار و تایید وزرای کشور و بهداشت و وزیر مربوطه که یا آموزش پرورش یا وزیر محترم آموزش عالی هستن، تعطیلات یک هفته‌ای در کل مدارس یا در کل دانشگاه انجام میشه. قاعدتا برنامه تمدید میشن ولی هفتگیه. یکی هم گروه بعدی هست، مثل اماکن ورزشی، مثل تالارها، مثل مراسمات، مثل آرایشگاه‌های زنانه که اصلا گروه سوم مشاغل بودن طبق تقسیم بندی که انجام شده. تعداد بیماران بستری شده در بیمارستان ها هم از اسفند بیشتر است. با توجه به وضعیتی که در شهر تهران پیش اومده،
ما تعداد مراجعینمون افزایش واضح پیدا کرده، نسبت به هفته های قبل حدود 3 تا 5 برابر بستری رو داریم. وضعیت بیماران با وخامت بیشتری روبرو هستش، بنابراین نیاز به آیسیو ما هم بیشتر از قبل شده. واقعش این هستش که آیسیو های ما کاملا پر هستش، مجبور شدیم که بخش های عادی رو با امکاناتی که وزارتخانه در اختیار ما گذاشته تعدادش رو افزایش بدیم. آمار رسمی وزارت بهداشت میگوید در 24 ساعت گذشته 195 نفر به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. مدت هاست که مسئولان از موج دوم و سوم کرونا در ایران صحبت می کنند. اما همچنان راهی برای کنترل این ویروس در چشم انداز دیده نمی شود. شاید به تدابیر جدی تری نیاز باشد. فرین آسمی، بی بی سی. از دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر در دانشگاه جورج واشنگتن از آمریکا، پرسیدم که چرا آمار قربانیان در ایران نسبت به کشورهایی که آمار مبتلایانشان بالاست بیشتر است. آمار قربانیان غیر قابل باور هست در ایران به دلایل مختلفی که وجود داره. اول از همه پنهانکاری وسیعی که الان بین مردم وجود داره، به این معنی که همه سعی میکنن در صورت ابتلا بیماریشون رو حتی از خانواده پنهان بکنن و یا به دلیل در واقع ترس از دست دادن از کارشون باز این رو از محیط کار پنهان میکنن و همین باعث گسترش میشه و دیرتر به مراکز درمانی مراجعه میکنن، چون از طرفی مراکز درمانی هم باز گنجایش و پذیرش بیمار جدید رو ندارن. و باز اگه برگردیم به داخل بیمارستان ها، امکانات متاسفانه امکانات فرسوده هست که از ابتدای شیوع کرونا تا الان تغییر زیادی نکرده و با همون امکانات اما حجم وسیع بیماران رو داره پذیرش میکنه. کمبودهای دارویی روزهای اخیر خیلی زیاد خودش رو نشون میده، حتی داروهای بسیار ابتدایی و اولیه‌ای که در شروع درمان باید مورد استفاده قرار بگیره، همه اینها منجر به این شده که اگر ما افزایش ابتلا رو در کشورهای دیگه میبینیم، در ایران افزایش ابتلا متاسفانه با همراه هست با افزایش غیر قابل باور تعداد مرگ و میر، طوری که مسئولین الان دیگه مشکلشون در واقع شمارش قبرها و آماده کردن قبرها برای از دست رفتگان هست. همونطور که اشاره کردین، خب بیمارستان‌ها اونقدر پره که خیلی جا اصلا پذیرش ندارن. اونطور که تو گزارش همکارم فرین هم شنیدیم، آقای روحانی گفته که پروتکل‌های جدیدی باید ارائه بشه و اعمال بشه. چرا ولی اینقدر تعلل میکنه حکومت ایران و چقدر واقعا مردم در این وضعیت مقصرن و چقدر دولت و سیاست گذاریش؟ خب واقعیت این هست که مردم در روزهای اولیه هر بحران شاید یه مقدار حساسیت داشته باشن پروتکل ها رو رعایت بکنن، اما بعد از گذشت مدتی این حساسیت ها کم میشه و خب از طرفی کرونا دغدغه همه، در واقع تنها دغدغه مردم نیست، دغدغه های معیشتی دیگری هم دارن. اینجاست که نقش دولت پررنگ میشه. اینجا باید دولت با در واقع وضع پروتکل های علمی و الزام به اجرای اون در واقع مردم رو مجبور بکنه که این پروتکل ها رو اجرا بکنن، در صورتی که ما همچین اراده ای رو در دولت نمیبینیم. اولا اینکه در اثر فشارهای زیادی که به هر حال هست روی دولت، تنها تصمیم گرفته که راجع بهش فکر بکنه و این فکر کردن ها زمان رو از دست میدیم ما و منجر به این میشه که زمان های طولانی مرگ و میر همچنان بالا بمونه. و از طرفی پروتکل ها پروتکل های علمی نیست. تعطیلات یک هفته ای هیچ دردی رو دوا نمیکنه، به خاطری که ما الان در واقع دوره کمون ویروسی رو هستیم که بیشتر از دو هفته است. و از طرفی مدارس که باز اصرار بر بازگشایی داشتن، الان تمام دانش آموزانی که در مدارس حضور داشتن سفیرانی هستند برای فرستادن بیماری به خانواده ها. منظور این هست که مجموعه مردم و دولت با هم باید این در واقع جلوگیری رو پیش ببرن، اما نقش دولت در ماه های پیش رو بیشتر خودش رو نشون میده. و اگر این وضعیت پیش بره و دولت اقدام جدی و عاجل و قاطعی نداشته باشه، وضعیت از اینی هم که هست متاسفانه بدتر خواهد شد. در ایران عباس عبدی، فعال سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان، به حسن روحانی پیشنهاد کرده که از ریاست جمهوری کنارگیری کند. آقای عبدی این پیشنهاد را به عنوان راهی برای حل مشکلات مطرح کرده. آقای روحانی دیروز گفته بود که مسائل ایران به دلیل تحریم‌های آمریکاست و از منتقدان خواسته بود که به گفته او آدرس اشتباه ندهند.
گروهی از منتقدان عملکرد دولت میگویند که آقای روحانی با طرح این موضوع مسئولیت‌های خودش به عنوان رئیس جمهور را نادیده می‌گیرد. رضا علیجانی فعال ملی مذهبی از پاریس با ماست. آقای علیجانی، این اولین بار نیست که درخواست برای کنارگیری آقای روحانی مطرح شده. چند وقت بار این مسئله مطرح میشه؟ چرا؟ با سلام. آقای روحانی مدت هاست تبدیل به یک ورشکسته سیاسی شده، یک ورشکسته به تقصیر البته، که هم چوب رو میخورده هم پیاز رو، هم چوب مردم رو به علت اینکه پشت کرده به وعده هاش، خیانت کرده به رأی مردم، و هم پیاز نظام رو، نظام ولایی رو، که همه تقصیرها رو گردن دولت میندازه. اگه شما رادیو تلویزیون ایران رو نگاه کنید، فضای مجازی فعالیت‌های جریان ولایی رو در اون ببینید، صبح تا شب در حال تبلیغن که همه مشکلات کشور به گردن دولت روحانی و وزراش هست. انگار نه انگار که 30-40 سال جریان ولایی بیشترین سهم از قدرت و ثروت و رسانه کشور رو در انحصار خودش داشته. بنابراین وقتی که از یه طرف این وضعیت روحانی تراسش از این که بیاد حقایق رو به مردم بگه، مصلحت اندیشیش برای آینده سیاسیش، و از طرف دیگه بیرحمی جریان ولایی برای این که از این واقعه سوء استفاده بکنه برای فریب مردم و بالاتر از همه زندگی مردم گفت شده، بنابراین افرادی با انگیزه های مختلف میان این پیشنهاد رو میدن. برخی رو دلسوزی برای نظام، حتی با آقای روحانی میگن شما لازم نیست اعتراضی هم باشه استعفا، در حالی که به هر حال این استعفا اعتراض به آقای خامنه‌ای تلقی خواهد شد. آقای علیجانی، ولی از یه طرف هم آقای روحانی کلن در ادبیاتش سلب مسئولیت میکنه همیشه از دولت، حالا چه آقای خامنه‌ای رو مسئول میدونه، چه حالا در این مورد آمریکا، یا چه مخالفان رو. بیشتر خب آقای روحانی در دور اولش البته میگفت آقای خامنه‌ای رو مقصر غیر مستقیم معرفی میکرد، سپاه رو معرفی میکرد، میگفت اگر چرخ سانتریفیوژا به چرخه باید چرخ اقتصادم به چرخه، ولی در دور دوم همش همسو با آقای خامنه‌ای عمل میکنه. الان نه، آقای خامنه‌ای میخواد روحانی استعفا بده چون به این بوز بلاگردان و این نقاب احتیاج داره. من نه، آقای روحانی جرأت مهندس بازرگان رو داره که استعفا بده، آدرس دقیق بده، بگه مشکلات کشور همش از تحریم ها نیست، از سیاست هایی است که در داخل در منطقه اعمال میشه، و یک چاقوی بی دست است که دستش آقای خامنه‌ای. بنابراین در این وسط اصلا دیو. در یک دنیای خیالی اگر همین الان آقای روحانی استعفا بکنه، آیا مشکلات مملکت حل میشه؟ به هر حال اگه بخواد آشی برای مردم پخته بشه، با این دوتا آشپز نمیشه، یا حداقل یه آشپز آش رو میپزه، یا معلوم میشه که مقصر من مقصر مشکلات کیه، و این بود و نمود نظام سیاسی یکی میشه. به هر حال به جز این راهی نیست، ولی من تصور نمی کنم آقای روحانی همچون جسارتی داشته باشه، و قطعا فکر میکنه که در آینده ایران سیب سیاست باز هم خواهد چرخید و به دامن او خواهد افتاد. ولی این توهم روحانی و سماجت آقای خامنه‌ای بر سیاست‌های ایران بر بادش دودش داره به چشم ملت ایران میاد. متشکرم از توضیحاتتون. رضا علیجانی فعال ملی مذهبی از پاریس با ما، ممنونم. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته که نگاه این کشور به امارات و بحرین تغییر کرده. به گفته سرلشکر محمد باقری، دلیل این تغییر عادی‌سازی روابط آنها با اسرائیل است. ایران و اسرائیل به طور رسمی با هم درگیر جنگ نیستند، اما موضع ایران در قبال موجودیت اسرائیل موجب دشمنی عمیق این دو کشور شده. ایران پیشتر توافق بحرین و امارات با اسرائیل را محکوم کرده بود. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. امارات ظرف یکی دو سال گذشته پیغام‌های متعددی فرستاد. دو هفته از امضای توافق صلح امارات و بحرین با اسرائیل گذشته، اما هنوز راه درازی مانده تا این عادی‌سازی برای سران ایران هم عادی شود. این علنی شدن یعنی یک سفارت علنی به همراه تعدادی پایگاه دیگره، هم اطلاعاتی هم عملیاتی، هم عملیات سایبری، هم عملیات روانی علیه ملت ایران. این دیگه واسه فرق میکنه، یعنی این دیگه چیزی است که من گفتم به این که نگاه ما به این کشورها تفاوت میکنه. نگاه به امارات قبل از این و بحرین و بعد از این تفاوت میکنه. اگر کشور دیگری هم به این پیونده همینطور این تفاوت خواهد کرد. علت این تغییر هم در اینجا رقم خورد. حالا سرلشکر باقری میگوید با این امضاها امارات و بحرین دیگر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی همان همسایگان سابق محسوب نمیشوند. اگر پای صهیونیست‌ها به اینجا کشیده بشود و اتفاقاتی بیفتد که
امنیت ملی ما، دفاع ما دچار کوچکترین خدشه‌ای بشود، ما به اینها به عنوان ارائه کننده پایگاه به خصم و دشمن نگاه میکنیم و اون وقت برخوردی میکنیم که با دشمن میکنیم. این تفاوتی است که با گذشته. پیشتر در موضع‌گیری رسمی ایران، رهبر جمهوری اسلامی هم این توافقها را محکوم کرده بود. محکومیتی غیر مستقیم که در آن هم نگرانی های ایران دیده میشد. خیانتی که متاسفانه دولت امارات متحده عربی کرد، به هم به دنیای اسلام خیانت کرد، هم به دنیای عرب خیانت کرد، هم به کشورهای منطقه خیانت کرد، هم به مسئله مهم فلسطین خیانت کرد. ایران و اسرائیل چند سالی است که در سوریه در نبردی پراکنده و محدود اما دنباله دار به سر میبرند. و در این درگیری ها که عموماً با تصاویر مبهمی از این دست در رسانه ها بازتاب پیدا می کند، تنها یک طرف یعنی ایران آسیب می بیند و طرف دیگر یعنی اسرائیل حمله می کند. نیمه شب گذشته نیروهای دفاعی اسرائیل تلاش نیروی قدس سپاه پاسداران و شبه نظامیان شیعه را برای حمله پهپادهای انتحاری به اسرائیل خنثا کردند. در موارد معدود هم که صحبت از حمله ایران بوده، اسرائیل مدعی شده که حملات خونسا شدند و ایران هم هرگز چنین حملاتی را تایید نکرده. با این حال در خلیج فارس تا امروز صحبتی از رویارویی مستقیم یا غیر مستقیم ایران و اسرائیل نبوده. اگرچه که در دو سال اخیر این منطقه از تنش نظامی هم خالی نبوده و در مواردی مهم مانند حمله به تأسیسات نفتی عربستان، ریاض و واشنگتن انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفتند. کیوان حسینی، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. دوست دانش آموز پس فوت کرده در این ببینید حدود 100 خورده الان من رقم دقیق وزارت بهداشت ایران از وخیم بودن وضعیت ابتلا به کرونا در پایتخت و دیگر شهرها خبر داده. بیمارستان ها میگویند ظرفیت پذیرش مبتلایان جدید را ندارند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به بحرین و امارات هشدار داده که اگر به اسرائیل پایگاه بدهند، با این دو کشور مثل دشمن برخورد خواهد شد. در ادامه این برنامه، برخورد نیروهای امنیتی بلاروس با معترضان در هفتمین هفته از تظاهرات مخالفان لوکاشنکو. ارتش‌های ارمنستان و جمهوری آذربایجان در قره‌باغ با هم درگیر شدند. هر دو طرف از تلفات غیر نظامی خبر می‌دهند. رئیس جمهوری ارمنستان فراخوان عمومی به خدمت زیر پرچم داده. وزیر خارجه ارمنستان درباره وقوع جنگ تمام عیار هشدار داده. روسیه از طرف این خواسته که آتش بس کنند، اما ترکیه به جمهوری آذربایجان قول کمک داده. مرداد فرهمند گزارش می‌دهد. این نماها را ارتش ارمنستان منتشر کرده. درگیری ساعت 8:10 صبح به وقت محلی آغاز شد. هر دو طرف یکدیگر را به شلیک اولین گلوله متهم می کنند. ارمنی ها می گویند آذری ها مناطق مسکونی را زیر آتش گرفتند. آنها هم در پاسخ دو هلیکوپتر، سه پهپاد و دو تانک ارتش جمهوری آذربایجان را زدند. درگیری ادامه دارد. مناطق مسکونی نزدیک به جبهه تخلیه شده. هر دو طرف از کشته ها و زخمی های غیر نظامی خبر دادند. درگیری پس از هفته ها آمادگی نظامی هر دو طرف آغاز شده. ارتش های ترکیه و جمهوری آذربایجان رزمایش نظامی مشترک برگزار کردند. حتی گزارش هایی در جمهوری آذربایجان منتشر شد که پلیس خودروهای شاسی بلند را از صاحبانشان می گیرد و برای استفاده تحویل ارتش می دهد. رسانه های ارمنستان و روسیه نیز گزارش هایی منتشر کردند از اینکه ترکیه نفراتی مسلح از ترکمان های سوریه موسوم به لشکر حمزه را برای جنگ احتمالی به جمهوری آذربایجان فرستاده. در مقابل، رسانه‌های جمهوری آذربایجان گزارش دادند که نفراتی از کردهای پککه و یپگه سوریه از طریق ایران به ارمنستان فرستاده شدند. همین دو روز پیش ارمنستان در رزمایش مشترکی با روسیه، چین، ایران، بلاروس و میانمار در شمال دریای خزر شرکت کرد که ولادیمیر پوتین هم در آن حضور یافت. همزمان الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان نارضایتی خود را از آقای پوتین علناً ابراز کرد. گفت ما میلیاردها دلار سلاح از روسیه می‌خریم، اما روسیه به ارمنی‌ها رایگان سلاح می‌دهد. مرتضی فرهمند، بی بی سی.
رهبر مخالفان دولت بلاروس که در تبعید است طرفدارانش را به ادامه تلاش برای سرنگونی رئیس جمهوری این کشور تشویق کرده. در مینسک پایتخت نیروهای امنیتی برای برخورد با معترضان در هفتمین آخر هفته پیاپی از اعتراضات آماده شدند. رئیس جمهوری فرانسه گفته بود که واضح است که الکساندر لوکاشنکو باید از قدرت کنارگیری کند. اما وزیر امور خارجه بلاروس در نطقش در سازمان ملل کشورهای غربی را به کاشتن بذر آشوب در این کشور متهم کرده. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. تئاتر اعتراضی هنرمندان بلاروسی، نمایشی درباره ناپدید شدن مخالفان سیاسی، دستگیری هایی که از زمان شروع اعتراضات به اتفاقی روزانه بدل شده، غالبا در روز روشن. مثلا اینجا مینسک پایتخت بلاروس، نیروهای امنیتی سر میرسند برای بازداشت زنی که حالا پرچمدار مبارزه مدنی با رهبر این کشور شده. نینا باگینسکایا، این زن 73 ساله، نه تنها نوه که نتیجه هم دارد. ماموران نقابدار قوی هیکل به دنبال گرفتن پرچم سفید و سرخی که نماد معترضان شده در مخالفت با پرچم رسمی سبز و سرخ این کشور. خانم باگینسکایا بار اولش نیست که دستگیر می شود. مبارزی کهنه‌کار است که نیمی از حقوق بازنشستگیش را دولت به عنوان جریمه فعالیت‌هایش کم می کند. او یکی از هزاران زنی است که دنیا را به حیرت واداشته. زنان بلاروس، پیر و جوان، حالا در خط مقدم اعتراضاتند. امروز برای هفتمین یک شنبه پی در پی باز تظاهرات برگزار شد و نیروهای امنیتی با حضور در خیابانها به روش معمولشان متوسل شدند. بازداشت‌های گسترده، بازداشت‌هایی که حالا رقمش از 12,000 نفر گذشته و صدها نفر هنوز در زندانند. برخوردی که انتقاد کشورهای غربی را در پی داشته، از جمله آمریکا، کانادا و بریتانیا که وعده تحریم دادند. اما دیروز وزیر امور خارجه بلاروس در نطقش در سازمان ملل کشورهای غربی را به دخالت در امور این کشور متهم کرد. بعد از تلاش‌های ناموفق برای انقلاب مخملی در کشور ما، حالا داریم دخالت خارجی را تجربه می‌کنیم تا ساختار کشور ما را تضعیف کند. اظهارات بدبینانه همکاران غربی ما که ادعا می‌کنند نگران تمامیت ارضی و سلامت بلاروسند. در واقع تلاش‌هاشون چیزی نیست جز ایجاد آشوب و هرج و مرج در کشور ما تا بلاروس حاصل سال‌ها پیشرفت رو از دست بده. صحبت از پیشرفت در کشوری که به آخرین دیکتاتوری اروپا معروف است و یکی از فقیرترین کشورهای این قاره است. ریشه بعضی از نارضایتی ها همین است، اما تظاهرات اخیر در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری یک ماه و نیم پیش شروع شد. معترضان میگویند الکساندر لوکاشنکو تقلب کرده. او اما 4 روز پیش بی‌اعتنا به اعتراضات مراسم تحلیف برگزار کرد، البته پشت درهای بسته، و برخلاف خواسته معترضان بعد از 26 سال زمامداری باز هم ورق بر نگشت. فریاد اعتراضات اما بیرون محل مراسم همچنان تنین داشت، فریادهایی که گرچه پایه‌های قدرت لوکاشنکو را لرزانده اما هنوز ویران نکرده. پرهام قبادی، بی بی سی. نه سینمایی وجود دارد و نه سالن نمایشی، اما در یکی از کمپ‌های آوارگان در شمال سوریه یک فستیوال بین‌المللی با نمایش بیش از 50 فیلم از یک هفته پیش شروع شده. 13 فیلم ایرانی هم در این جشنواره حضور دارند. با وجود آوارگی و مشکلات فراوان، هنرمندان شهر افرین در کمپ شهبا این جشنواره را برگزار کردند. ژیار گل گزارش می‌دهد. اکران فیلم در مناطق جنگ‌زده سوریه برای جنگ‌زدگانی که سال‌هاست در اردوگاه زندگی می‌کنند. لیلون، تگولک، نابه گلستان. جشنواره لیلون اولین جشنواره فیلم در این نوع توسط هنرمندان کرد آواری شهر افرین هفته گذشته آغاز شد. این جشنواره در روز جهانی صلح با نمایش و موسیقی در کمپ آوارگان از شهبا در شمال سوریه شروع به کار کرد. 58 فیلم منتخب در طول یک هفته در اردوگاه آوارگان اکران خواهند شد.
فستیوال لیلون از سوی هنرمندان جوانی برگزار می شود که میهنشان مورد تاخت و تاز و اشغالگری قرار گرفته، اما همچنان امیدوارانه و با تعهد به آرمانهای بالای هنر و جامعه و علارغم آوارگی و حضور در کمپ آوارگان از پایین نشستند. 13 فیلم بلند و کوتاه از ایران به این جشنواره فرستاده شده است. نرگس مست به کارگردانی جلال الدین دوری و ماهی سفید به کارگردانی قربان نجفی از جمله این فیلم ها هستند. ساکنان کمپ اش‌شهبا اکثرا از آوارگان کرد مناطقی هستند که در 3 سال گذشته توسط اسلامگرایان مورد حمایت ترکیه اشغال شدند. این مناطق پیش از تصرف مراکز هنری و فرهنگی فعالی داشتند و زنان در این مراکز فعال بودند. من از برگزاری این جشنواره در کمپ خیلی خوشحالم. فرهنگ‌های مختلف نمایش داده می‌شود. من نمی‌خواهم اینجا باشم. می‌خواهم به خانه اجدادیمان در افرین برگردم. پس از اشغال شهرهای کردنشین افرین و سرکانی توسط اسلامگرایان مورد حمایت ترکیه، مراکز هنری بسته شدند. فعالیت زنان محدود شد. مردم روژاوا، به خصوص مردم افرین، سالهاست در مقابل ظلمهای ترکیه و گروههای نیابتیش مقاومت میکنند. با این جشنواره میخواهند داستانشان را بازگو کنند. در مقابل ظلم و افسردگی، تنها راه بقا مقاومت است. جشنواره لیلون در اردوگاهی برگزار میشود که در یک سو در محاصره نیروهای وابسته به ترکیه است و از سوی دیگر نیروهای بشار اسد. داستان بسیاری از فیلم‌های این جشنواره درباره جنگ و نقض حقوق بشر است. داستانی که ساکنان این کمپ‌ها با گوشت، پوست و استخوانشان تجربه کردند. ژیورگول، BBC. با این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. در فرصت کوتاهی که داریم یادآوری بکنم که همیشه برای آگاه شدن از تازه ترین خبرها میتونید سری بزنید به سایت ما، برنامه های تلویزیونی و رادیویی ما و همینطور مطالب و گزارش های تحلیلی بیشتر هم از همین طریق در دسترس است. www.bbcpersian.com آدرس ماست. ممنونم از اینکه با ما هستید. تا لحظات دیگه با خلاصه خبرها باز هم با شما خواهم بود.